داستان شهر سیاه پوشان، پیکر اول از هفت پیکر نظامی. روز شنبه بهرام شاه به سوی گنبد سیاه و بانوی هندی خود روانه شد تا شب آنجا نشاط و شادی، عود سوزی و عطر سازی کرد. هنگامی که شب همچون عود سیاهی به روی حریر سپید روز ریخته شد، شاه از بانوی کشمیری خود افسانه‌ای طلب کرد و آن آهوی ترک چشم هندوزاد گره از نافه مشکین خود گشود و در حالی که از شرم نگاه به زمین دوخته بود، داستان خود را اینچنین آغاز نمود که در دوران کودکی از خیشان و بستگانم چنین شنیدم که از جمله خدمتکاران قصر خاندان ما زاهد زنی بود که هر ماه در سرای ما می آمد. سر تا پای پوشیده در لباس سیاه. روزی از او سبب سیاه پوش بودنش را جویا شدند و او از آنجا که زنی پارسا و درست کار بود، چاره جز راستی پیش روی خود ندید. براز آن حریر سیاه را گفتن آغاز کرد که سالها قبل من کنیز فلان ملک بودم. مردی بود بسیار درست کار و بزرگ منش و کام کار و مهمان دوست که گرچه جورها و بیعدالتی های فراوان دیده بود، اما دست از کوشش بر نداشته بود. مهمان خانه ای داشت، بزرگ و غریبان و خستگان راه را در منزلش سکنا می داد و خانه سخاوتش همواره بر همگان باز بود و این او بود که همواره در تمام اوقات سال سیاه پوش بود و ردا و جامه سیاه به تن داشت. در گذشته لباسهای پر از زینت و طلا به رنگ سرخ و زرد می پوشید، اما رخدادی در زندگی او سر تا به پا سیاهش کرده بود و کسی راز این سیاه پوشیدنش را نمی دانست. روزی به پای شاه افتادم و دلیل سیاه پوشیدنش را خواستار شدم و او را گفتم ای دستگیر غمخاران، فقط تو راز این جامعه سیاه را می دانی، پس مهر از لب بکشا و مرا محرم بدان. شاه چون اصرار من بدید لب به سخن گشود که در قصر من همواره به روی میهمانان باز بوده و هست. روزی از روزها میهمانی از راه رسید که از کلاه روی سر تا کفش و دستارش همگی سیاه بود. در دل دانستن دلیل این سیاه پوشی را خواستار شدم و از او پرسیدم از چه روی جامگان تو همگی سیاه هستند؟ پاسخ داد معذورم بدار که گفتن نتوانم. اصرار کردم، لابه و زاری کردم و او چون بیقراری من بدید گفت در ولایت چین شهریست چون خلد برین، نام آن شهر شهر مدهوشان است، با مردمانی به صورت ماه در قبا و جامه سیاه. هر که در آن شهر وارد شود همچون آنها سیاه پوش می گردد. اگر گردنم را بزنی بیش از این نتوانم گفت. این را بگفت و از پیش من برفت. من ماندم و بیقراری و اشتیاق آگاهی از این راز سر به مهر. صبر پیش کردنم را سود نبود. پس راه سفر پیش گرفتم و راهی دیار چین شدم و به شهر مدهوشان رسیدم. چون قدم به آن شهر گذاشتم، باغی دیدم آراسته چون خلد برین. ساکنان شهر سپید رویانی چون ماه، اما در قبای سیاه. تا یک سال آنجا ماندم، اما کسی از آن راز آگاه هم نکرد تا اینکه با آزاد مرد قصابی آشنا شدم. از آنجا که انسانی بود نیک رأی و نیک زاد، با او دوستی آغاز کردم و به او لطف ها کردم تا این داستان را برایم بگوید. روزی مرا به خانه خیش برد، طعامی آورد و خدمتی خوب در نبردید. هنگامی که خوردن و صحبت از هر دری کردن خاتمه یافت، هر آنچه از طلا و سکه و جواهر که به او بخشیده بودم پیش آورد و پرسید دلیل این همه بخشش چیست؟ در قبال اینها چیزی از من بخواه که اگر جانم را هم بخواهی دریغ نخواهم کرد. به او حکایت خود را گفتم و دلیل ماتم و سیاه پوشی مردم شهر را جویا شدم.
مرد قصاب چون این سخن بشنید دگرگون شد و لختی ساکت ماند و سپس گفت: وقت آن است که آنچه را که می‌خواهی بدانی و ببینی و از آن آگاهی یابی. برخیز تا بر تو راز آشکار کنم. این سخن بگفت و از خانه بیرون شد و من در پی او می‌رفت و من به دنبالش، تا از شهر بیرون شدیم و به خرابه ای رسیدیم. آنجا سبدی بود که به طنابی بسته شده بود. مرا گفت: در آن سبد بنشین و بر آسمان و زمین بنگر تا دلیل سیاهی و خموشی آنها را دریابی. در سبد نشستم و مرد قصاب شعبده بازی آغاز کرد و سبد همانند یک پرنده شروع به پرواز کرد و ریسمان به دور گردنم بسته شد و خود را بسته به یک ریسمان میان آسمان و زمین دیدم. اگر ریسمان بریده می شد بر زمین می افتادم. جانم بسته به آن ریسمان دور گردنم بود. چاره ای جز تحمل آن شرایط را نداشتم، تا اینکه روز هنگام پرنده‌ای به بزرگی و عظمت یک کوه از راه رسید و در اطراف من پرواز می کرد و من با خود گفتم پای او را بگیرم مگر نجات یابم. پس چون این کار بکردم، پرنده اوج گرفت و پرواز کرد و من بسته به پای او. از صبح تا ظهر سفر من طول کشید. چون آفتاب سوزان ظهر در رسید، پرنده به باغی سرسبز فرود آمد و زیر سایه‌ای نشاط پرستی آغازید و مرا خستگی غالب آمد و خواب در رو بود. چون بیدار شدم شب بود و از پرنده خبری نبود. جستجو در آن مکان را آغاز کردم. باغی بود به سرسبزی بهشت، پر از گلهای زیبا و درختان پر میوه و جویهای زلال پر از ماهی و کوهی از زمرد و چشمه‌هایی از گلاب و هوایی خنک پر از بوی عطر گلها. خدا را شکر کردم و از آن میوه‌ها خوردن آغاز کردم. اندکی بگذشت و ابری آمد و باران بر سبزه ها درفشانی آغاز کرد و غبار خوابید. از دور صد هزاران حوری پیدا شدند. روح پرور همچون ریحان، همه دست ها حنایی و لب ها چون یاقوت سرخ درخشان و ساعدی سیمین و گوشبار مروارید بر گوش و شمع به دست. با هزار عشوه و ناز نزدیک آمدند و فرشی انداختند و بساطی پهن نمودند و تختی گذاردند و راه صبرم زدند. اندکی بعد گویی که آفتابی بر نور پدید آمده باشد، بانوی پدیدار شد چون صبح تابان. او سرو بود و حوریان در برابر او مانند چمن. او گل سرخ بود و حوریان چون سمن. به غایت زیبایی و جمال، سپید تن و لعلین لب و مشکین گیسو، چون عروسی مهرو بر تختی فرود آمد و لختی بنشست. سپس سر برداشت و با یکی از حوریان سخنی گفت که نامحرم خاکی اینجا هست، بگردید و پیدایش کنید و پیش من آریدش. حوریان مرا یافتند و به پیش آن بانو بردند. خواستم تا پایین مجلس کنار خادمانش بنشینم که مرا گفت: برخیز، آنجا جای مهمان عزیزی چون تو نیست. برخیز و به پیش من آی و کنار من بنشین. گفتم: ای بانوی فرشته خو، من چگونه پیش چون تو شاهی بنشینم؟ تخت سلیمان که جای دیوان نیست. گفت: بهانه مگیر و به پیش من آی که عزیز میهمانی هستی. به پیش او رفتم و بنشستم. با من خوش زبانی های بسیار کرد و بنواخت و طعامی بهشتی برایم آورد و مطربی نواختن آغازید و ترانه‌ای گفت و شرابی پیمانه کرد. من نوشیدم و نوشیدم و مستی از حد گذشت. بوسه ای از او خواستم و هزار بوسه ام ارمغان داد. اشتیاق غالب شد و دست بر کمرش انداختم. چون این حال من بدید گفت: امشب را به بوسه قانع باش. زلفم را بکش و لبم را گاز گیر و بوسه از رخم بروبای و دیگر چیزی مخواه تا فردا شب. چون اشتیاقم غالب شد و صبر نتوانستم، دست یکی از حوریان را به دستم داد و گفت:
مقام خود بگیر که او کمر به خدمت تو بسته. من و آن حوری هر دو برفتیم و زیر بلور آسمان شبی را تا سحر کام براندیم و صبح هنگام خواب مرا در رو بود و تا شب در خواب بودم. دوباره شب شد و حوریان و آن بانو از راه رسیدم. دوباره اشتیاق من و دعوت او به صبر و اصرار من و پیوند دادن من با یکی از کنیزان خود و عشق بازی های من با آن کنیزک. و روزها گذشتند و گذشتند. 30 روز بگذشت و من هر شب به وصال کنیزکی از وصال بانوی آن بهشت برین می ماندم. تا اینکه صبرم لبریز شد و اشتیاق داشتن آن بانوی بحرو غالب شد و با خود گفتم امشب را دیگر به وصل حوری قانع نخواهم بود و اگر مرا دعوت به صبر کند اصرار بی حد کنم تا کامم بدهد. شب شد و آن آفتاب رخ آمد و من به کنارش شدم و تا خود صبح به اصرار و الهاح گذرانیدم. او مرا گفت به بوسه و آغوش من راضی باش و فعلا بیش مخواه تا به وقتش به وصالم برسی و صبر پیشگیر و مرا گوش بدار. و من بی صبری کردم و اصرار فراوان که من امشب تو را میخواهم و صبر نتوانم کرد. چون اصرار من بدید گفت چشم فرو بند تا بند قبا بگشایم. چون چشم بگشایی مرا در کنار خود بینی. چشم بستم و چون بگشادم خود را در آن سبد میان آسمان و زمین دیدم. نه باغی بود و نه بانوی. عصاب از راه رسید و مرا پایین آورد و گفت حال دلیل سیاه پوشی این خلق را می دانی. اگر 1000 ره می کوشیدم تا تو را بگویم از این راز بی فایده بود. باید خود می دیدی و باور می کردی و من نیز از آن پس سیاه پوش شدم. اگر از این داستان لذت بردید ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال رو که سابسکرایب کردید در کامنت ها برامون بنویسید من سابسکرایب کردم. روشن کردن زنگوله یادتون نره.